سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. برای مارسلو استرالیا و مادرید سه پیشنهاد رسیده که او به زودی درباره آیندهش تصمیم گیری خواهد کرد. تیم منتخب فصل لیگ برتر اعلام شد و محمد صلاح نیز عنوان بهترین بازیکن لیگ برتر را کسب کرد. در میان شک و شبه های در مورد وفاداری روبرت لواندوفسکی نگاه می اندازیم به شش ستاره دیگر که با انتقالشان همین وضعیت را تجربه کردند. دوران حضور مارسلو در ریال مادرید پس از 16 سال به پایان رسید و او پس از قهرمانی شماره 4 ریال مادرید در چمپیونز لیگ که با برتری 1-0 برابر لیورپول در پاریس حاصل شد، به خبرنگاران گفت که این آخرین بازی او با پیرهن ریال مادرید بود. مارسلو جنوری 2007 به ریال پیوست و حالا با 25 پر افتخارترین بازیکن تاریخ ریال است. او 5 بار برنده لیگ قهرمانان شده و دوستاش یک فصل دیگر نیز در ریال مادرید بماند، ولی با درخواست او مخالفت شد. با این حال باشگاه قصد دارد برای مارسلو یک مراسم خداحافظی ویژه برگزار کند. 3 روز دیگر مراسم خداحافظی مارسلو در کمپ والدبباس به انجام خواهد رسید و تمام تمرکز او نیز فعلا روی همین قضیه است. اما طبق ادعای مارکا 3 پیشنهاد از قطر، امارات و ترکیه برای او رسیده است. آسوره برازیلی که قصد داشت یک سال دیگر در ریال بماند ولی در نهایت پیشنهاد تمدید دریافت نکرد، پیشنهاد فنربخشه را جذابتر می‌داند. لیگ ترکیه رقابتی تر است و پیش از او نیز ستاره‌های برازیلی سابقه درخشان در تیم‌های ترکیه‌ای داشتند. همچنین فنربخشه در پلی‌آف لیگ قهرمانان حضور دارد و در بهترین حالت در لیگ اروپا حاضر خواهد شد. پس از خداحافظی رسمی از ریال، مارسلو درباره تیم آینده خود تصمیم گیری خواهد کرد. با نقل از تایمز، محمد صلاح با 23 گل لیورپول را به نایب قهرمانی در لیگ و خودش را به عنوان بهترین گلزن در لیگ برتر است. البته او عنوان آقای گلی در لیگ برتر را با سان هیومن شریک شد. سان هیومن در فصل 2021-2022 لیگ برتر انگلیس 35 بازی با پیرهن تاتنهام انجام داد که 23 گل ثبت کرد و درخشش فوق‌العاده ثبت کرد. نکته جالب این که هیچ کدام از گل‌های سان هیومن از روی نقطه پنالتی زده نشد. در طرف مقابل محمد صلاح 5 گل خود را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. محمد صلاح مصری به عنوان بهترین بازیکن سال انگلیس از سوی بازیکنان شاغل در لیگ برتر انتخاب شد. فیل فودن ستاره جوان منچستر سیتی جایزه بهترین بازیکن جوان سال را از این اتحادیه دریافت کرد. صلاح بالاتر از کوین دبراین، کریستیانو رونالدو، هری کین، آنتونی رودیگر، میلی پوش آلمانی که برای فصل جدید چلسی را با مقصد ریال مادرید ترک میکند و دو بازیکن از لیورپول به نامهای فندایک و سادیو مانه قرار گرفت. همچنین اتحادیه فوتبالیست‌های حرفه‌ای یا PFA تیم منتخب فصل لیگ برتر اعلام کرد. دروازه‌بان آلیسون بکر لیورپول. مدافعین ترنت الکساندر آرنولد لیورپول، ورجیل فان دایک لیورپول، آنتونی رودیگر چلسی، ژائو کانسلو منچستر سیتی. هافبک‌ها کوین دبراین منچستر سیتی، تییاگو لیورپول، برناردو سیلوا منچستر سیتی. مهاجمان سادیو مانه لیورپول، کریستیانو رونالدو منچستر یونایتد، محمد صلاح لیورپول. غیبت سان هیومن در این تیم اتفاق عجیبی بود و با انتقادات زیاد همراه شد. روبرت لیواندوفسکی در خطر لکه‌دار کردن کل میراث خود در بایرن مونیخ است، زیرا به دنبال جدایی اجباری از باشگاه است. او اما تنها بازیکن نیست که این کار را انجام داده است. همه چیزهای خوب روز به پایان میرسند و در عصر حاضر بسیار نادر است که بازیکن برای تمام دوران حرفه‌ای خود در یک باشگاه باقی بماند. وقتی بازیکن احساس میکند که وقت رفتن رسیده، سناریوی رویایی این است که با کارفرمایان فعلی خود به توافق دوستانه برسد. با این حال متاسفانه همیشه این طور نیست و ممکن است اوضاع کم زشت شود و روبرت لیواندوفسکی از راه سخت قصد رفتن دارد. ستاره بایرن مونیخ که تقریبا 10 سال است در بایرن مونیخ گلزنی میکند، در حال به هم زدن رابطه خود با هواداران محبوبش است. بازی است که میلی پوش لیسانی میخواهد باشگاه را ترک کند و مقصد مورد نظرش بارسا است. قابل درک است که بایرن مونیخ نمیخواهد اجازه رفتن لیواندوفسکی را بدهد، زیرا جایگزین کردن یکی از بهترین مهاجم جهان کار آسان است. اما از آن جایی که لیواندوفسکی اصرار به رفتن دارد، با حرفهایی که زده رابطه خود با هواداران باشگاه را به خطر انداخته است. او در مصاحبه خود با نشی لیسانی اون اسپورت گفت: من فقط میخواهم بایرن را ترک کنم. وفاداری و احترام مهمتر از کار است. بهترین کار این است که با هم راه حل پیدا کنیم. آنها نمیخواستند برفای من گوش دهند، چیزی که در من مرد و غیر ممکن است بتوانم بر این احساس غلبه کنم. حتی اگر بخواهی حرفه‌ای باشی نمیتوانی جبران کنی. به نظر میرسد که لیواندوفسکی حاضر است همه چیز را قربانی کند تا بتواند انتقال خود را به سرانجام برساند، اما او اولین بازیکن نیست که همه چیز را برای رسیدن به هدف خود به خطر میاندازد. در این گزارش 6 ستاره دیگر که وضعیت مشابه داشتند را بررسی میکنیم. رحیم استرلینگ. رحیم استرلینگ پس از گذراندن دوره آکادمی جوانان لیورپول تبدیل به یک ستاره برای لیورپول شد و با لوئیس سوارز و دانیل استوریج خط حمله قدرتمند را تشکیل داد. او به عنوان یکی از اهداف آینده‌دار در لیورپول در نظر گرفته میشد. برندن راجرز به او پیشنهاد داد تا در این باشگاه بماند. با استرلینگ در فوریه 2015 قرارداد پیشنهاد شد، اما او قصد برای امضای قرارداد جدید نداشت. برای کمک به انتقال اجباری در تابستان استرلینگ مصاحبه غیر مجازی با BBC انجام داد و فاش کرد که این پیشنهاد را رد کرد و باعث آزار راجرز شد. بعد از درگیری در پشت صحنه ادیوارد اجنت استرلینگ گفت: من به روابط عمومی باشگاه و وضعیت باشگاه اهمیت نمیدهم. او قطعا قرارداد نمیبندد. او حتی برای 900 هزار پوند در هفته هم قرارداد امضا نمیکند. پس از درخواست برای کنار گذاشته شدن از تمرینات پیشفصل لیورپول، سرخال در نهایت پیشنهاد 49 میلیون پوندی منچستر سیتی را پذیرفتند.
ارسلنگ محبوب ترین چهره در بین هواداران لیورپول نیست و در آن زمان ستاره های سابق استیون جرارد، جیمی کاراگر و گریم سونز از رفتار او انتقاد میکردند. اما این انتقال برای هر دو باشگاه به نتیجه رسید و برای هر دو جام برمخان آورد. کارلوس سیوز در فای پر زرق و برق را تجربه کرد و حتی در یک مقطع زمان به عنوان پردرآمدترین بازیکن جهان شناخته شد. اما این بازیکن آرژانتینی باعث ناراحتی هر دو باشگاه منچستر در طول مسیر شد. سیوز در شرایط بس برانگیز وارد لیگ برتر شد. او و خاویر ماچرانو در یک معامله عجیب و غریب به وست هام رسیدند. سیوز تنها یک فصل در وست هام ماند و سپس با قرارداد قرضی دو ساله با منچستر یونایتد پیوست. یونایتد او را دوست داشت و سر الکس فرگوسن با قرارداد 22.5 میلیون پوندی برای جذب او موافقت کرد و مایل بود که او را به یکی از پردرآمدترین افراد تبدیل کند. اما تیوز با بی‌رحمی این انتقال را رد کرد و به جای آن تصمیم گرفت به سیتی بپیوندد. تیوز شروعی درخشان در سیتی داشت اما پس از دو سال میخواست به جای دیگر برود و وقت تیمش در لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه 2-0 از بایرن مونیخ عقب افتاد حاضر نشد به عنوان بازیکن تعویضی به میدان برود. پس از محرومیت تیوز مجددا بازگشت اما پس از آن دوباره با پیوستن به جشن وست هام هنگام سفر سیتی به آپتون پارک هواداران را ناراحت کرد. این بازیکن آرژانتینی اقدامات خود را با این ادعا که رابطه خوب با وست هام دارد توجیه کرد. اما سیتی جلو ضرر و زیان خود را گرفت و تیوز را در سال 2013 به یوونتوس فروخت. تیوز بعداً به تیم چینی شانگهای پیوست و پردرآمدترین بازیکن جهان شد. او این انتقال را تعطیلات نامید و از تمرین امتناع کرد و در دو سال فقط 16 بازی انجام داد. ویلیام گولاس کسی نیست که نگران ناراحت کردن هواداران باشد، زیرا او تنها بازیکن است که در دوران حرفه‌ای خود برای چلسی، آرسنال و تاتنهام بازی کرده است. این مرد فرانسوی در سال 2001 از مارسی به چلسی پیوست و پس از 5 سال باشگاه با انتشار بیانیه او را متهم کرد به اینکه از بازی برای آنها امتناع میکند. پس از یک اختلاف ظاهری در قرارداد چلسی مدعی شد که گولاس دیگر نمیخواهد برای آنها بازی کند و اگر در اولین روز لیگ برتر بازی میکرد گل به خودی میزد. گولاس بدن این ادعا را رد کرد اما بدون توجه به چیز انتقال خود را انجام داد. گولاس با انتقالش لیکل به آرسنال پیوست و پس از مشکلات بیشتر قرارداد تصمیم گرفت به تاتنهام بپیوندد. پس از سالها ناراحتی تاتنهام احساس کرد که پس از امضای قرارداد توسط توپچی ها با سول کمپپل در سال 2001 انتقام گرفته است. پیر امریک اوبامیانگ. خروج پیر امریک اوبامیانگ از آرسنال یک اتفاق زشت بود، زیرا مهاجم گابینی شروع به ایجاد نارامی در پشت صحنه کرد و توسط مایکل آرتتا اخراج شد. اوبامیانگ پس از اینکه در سال 2022 حتی یک بار هم در میادین ظاهر نشد، پس از پرواز به اسپانیا در آخرین روز مجبور شد به بارسا نقل مکان کند. اما این نمیتواند برای آرسنال غافلگیر کننده باشد، زیرا او در شرایط بس برانگیز از دورتموند به جبه آنها پیوسته بود. اوبامیانگ دوباره در جنوری 2018 به صراحت اعلام کرد که میخواهد برود و پس از درگیری با هانز یوخیم واسکه مدیر عامل سابق دورتموند او را دلخط خطاب کرد. واسکه در مصاحبه تلخ پس از خروج اوبامیانگ گفت: پیر امریک اوبامیانگ که برای آرسنال بسیار خوب بازی میکند، احتمالاً وقت به حساب بانکی خود نگاه میکند دلش گرم میشود، اما چهارشنبه ها فقط میتواند لیگ قهرمانان اروپا را تماشا کند و غمگین باشد. و اوبامیانگ در توییتر خود نوشت: بهتر است که من هرگز درباره این که چرا واقعا دورتموند را ترک کردم صحبت نکنم. آقای واسکه، تو دلخک هستی. یادم میآید آن زمان گفتید ما هرگز عثمان دمبله را نمیفروشیم، اما وقت 100 میلیون پوند را دیدی اولین کسی بودی که آن پول را گرفتی. لطفا درباره پول صحبت نکن، مرا رها کن. دیمیتار برباتوف پس از اینکه دانیل لووی سرانجام تسلیم شد و ستاره را در روز پایانی سال 2008 فروخت، موفق شد اجبارا از تاتنهام جدا شود. قبل از شروع 2008-2009 روزنامه ها گزارش دادند که فرگوسن انتظار دارد برباتوف را به خدمت بگیرد و همین امر باعث شد تاتنهام از یونایتد به لیگ برتر شکایت کند. برباتوف ظاهرا در زمین تمرین بی‌علاقه بود و در ابتدای فصل به دلیل بی‌قراری کنار گذاشته شد. لووی مجبور شد پیشنهاد 3.75 میلیون پوندی یونایتد را بپذیرد و سیتی نیز در ساعات پایانی با این پیشنهاد مطابقت کرد. لووی مدعی شد که برباتوف از خود به احترامی نشان می‌دهد، اما بازیکن بلغارستانی اعتراف نکرد و موفق به کسب دو عنوان قهرمانی در لیگ برتر در یونایتد شد. او بعداً به لندن بازگشت، اما این بار به فولام، و زمانی که در کریبیون کاتیج به عنوان بهترین بازیکن فصل دست یافت. دیمیتری پویت در طول دوره 18 ماهه برای وست هام بازی درخشان انجام داد و در این حال شهرت خود را لکه‌دار کرد. به نظر می‌رسید که این بازیکن فرانسوی یک از معاملات مقرون به صرفه تابستان 2015 باشد. وست هام فقط 10 میلیون پوند برای جذب او از مارسی خرج کرد، اگرچه پویت نمی‌خواست از آنجا برود. با این حال او وارد صحنه شد و کاملا مستقر شد، اما اقامتش خیلی طول نکشید، زیرا پس از تصرف مارسی توسط مالکان جدید او تمایل خود برای بازگشت به خانه را در ماه جنوری را ابراز کرد. در جنوری 2017 فاش شد که پویت تصمیم گرفته که دوباره برای باشگاه بازی کند، اما زمان بندی نمیتوانست بدتر از این باشد. آن روز یک نقاشی دیواری از پویت نصب شد و وست هام مجبور شد با گارد امنیتی از آن محافظت کند تا از تخریب آن جلوگیری کند. سپس وست هام دو پیشنهاد مارسی را رد کرد، زیرا نمیخواست این ستاره باشگاه را ترک. اما در نهایت پس از حذف پویت از تیم اصلی آنها پیشنهاد 25 میلیون پوندی را پذیرفتند و یک روز پس از خروج او نقاشی دیواریش از استادیوم لندن حذف شد. میراث پویت در حال نابودی است، اما این سوال برای طرفداران وجود دارد که اگر او دلتنگ خانه نمیشد چه اتفاقاتی میافتاد. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.